مطلب بعدی میگه همرس بودن سه خط. سه تا خط ما ببینیم همرس هستن. همرس بودن یعنی چی؟ اینجا بنویسم، یعنی محل تقاطع آنها یک نقطه است. مثلا نیا کنید، یه خط داریم اینجوری، یه خط داریم اینجا که این محل تقاطعه، دو تا خطه. سومی خط هم میخوایم همینجا قطع بکنه، مثلا خط سوم هم میشه اینجا. این سه تا خط اینجا هم رسند. حالا یعنی چه اتفاقی داره میفته؟ یه نقطه داریم که در هر سه تا معادله ما صدق میکنه، یعنی تصاویر رو چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. صدق کرده این تصاویر رو چیکار میکنه؟ برقرار میکنه. میگه ما ابتدا نقطه تقاطع دو تا خط رو به دست میاریم. الان مثلا این خط، مثلا تو این مثال نیا کنیم، این رو با این خط، اینا رو با هم دیگه نقطه تقاطعش رو به دست میاریم، بعد تو این قرار میدیم، چون امو میخواد دیگه. میگه ام چقدر باشه که این اتفاق بیفته؟ خب یه معادله رو حل بکنیم، یکم برم بالا. خب اینجا نیا کنید چه اتفاقی داره میفته. من کافی اینو به دست بیارم، مثلا نیا کنید من این معادله رو یکم مرتبش بکنم، این بره اون ور، منهای 2x میشه y مساوی با 2x به علاوه 5. حالا y رو بزنم اینجا، همون کاری که تو مثال بالا کردم، میشه 3x. خوب دقت کنید، 3x به علاوه 2 تا از اینا، یعنی 2 تا 2x به علاوه 5، قبوله؟ مساوی با 3. خب میشه چه؟ 3x به علاوه 2 2 تا 4x به علاوه 2 5 تا 10 تا مساوی با 3. این الان میشه 7x مساوی با منفی 7، x همون میشه منفی 1. حالا منفی 1 رو چیکار میکنیم؟ تو هر کمانه که دوست داریم جایگذاری میکنیم، مثلا منفی 1 رو من میذارم اینجا. اگر منفی 1 رو جایگذاری بکنیم تو هر کدوم از این، مثلا تو این معادله یا تو این معادله، باید یه y بگیری، دو تا y مختلف گرفتی، یعنی ما x تو اشتباه در آوردی. منفی یک رو جایگذاری بکنیم، ایگرگ مساوی با چی میشه؟ میشه 2 ضرب در منفی 1، میشه منفی 2 به علاوه 5 میشه 3. یه چک دیگه هم بکنم رو این، رو اینا چک بکنم درست در اومد یا نه. منفی 3 به علاوه 2 ایگرگ مساوی با 3. خب 2 ایگرگ مساوی با چی میشه؟ مساوی با 3. این برام اون میشه 6 ایگرگ مساوی با 3. باری که الان درست در اومد. پس نقطه تقاطع x میشه منفی 1، y هم میشه 3. قبوله؟ x ما میشه منفی 1، y هم میشه 3. بریم سراغ چی؟ من قطع رو انجام دادم، من قطع رو انجام دادم. حالا بریم ادامهشون نیا کنیم چه اتفاق داره میفته. منفی 1 رو جایگذاری بکنیم به جای x، y هم میشه 3. ما تقاطع رو انجام دادیم. خب حالا بریم سراغ این، چون میگیم این نقطه منفی 1 و 3 که تقاطع این دو تاست، رو اینم هست. بریم جایگذاری بکنیم. x میشه منفی 1، ببخشید y میشه 3، این میشه منفی 1 به علاوه m، این بره اونور، m مساوی با 4. اگر شما اینم قرار بدی y مساوی با x منها به علاوه 4، الان مرتب شد دیگه. خب الان شما x رو بذاری منفی 1، y‌اش میشه 3. چه جالب، یعنی نقطه منفی 1 و 3 هم رو اینه، هم رو اینه، هم رو اینه. پس محل تقاطعه. وقتی رو هر سه تا خط واقع شده، یعنی محل تقاطع این سه تا خط هم هست. چیکار کردم؟ یه بار دیگه بگم، این دو تا خط رو با هم قطعش دادم، یک نقطه مشترک رو به دست آوردم. بعد نقطه مشترک رو سومی قرار دادم و بر اساس اون امو به دست آوردم. بریم سراغ مطلب بعدی. مساحت سطح محصور، این تو کنکور اصلا میاد سوالش، خوب دقت بکنید. مساحت سطح محصور، خط ما یعنی چیکار داره میکنه؟ این خط ما داره یک مساحت، یک سطحی رو اینجا ایجاد میکنه. در واقع داره چیکار میکنه؟ یک خط ما داره، من اینجوری نشون میدم، این خط ما اگه دقت بکنید یه تیکه اینجا ایجاد کرده، یک سطحی رو محصور کرده. خب میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوایم در واقع این مساحت رو به دست بیاریم. تو کنکور خیلی کاربرد داره. معروف ترین شکلی که در میاد معمولا
خدمت شما عرض کنم که مثلثه و زوزنقم هست که خب خیلی از بچه ها مسحت زوزنقم نمیدونن و معمولا تو تستای کنکور میاد و خیلی هم کاربرد تو فیزیک کاربرد داره، توی هندسه کاربرد داره. مسحت زوزنقم یادمون باشه، من حالا تو حاشیه کار دارم میاد. مسحت زوزنقم یه شکل اینجوری داره، یه چنین شکلی داره، حالا میتونه عمودی هم باشه. میگیم آقا مجموعه دو قاعده ضرب داره ارتفاع، حالا فارسی بنویسم، ضرب داره ارتفاع تقسیم بره دو. ببینید این قاعده شماره یکه، این قاعده شماره دو، این هم ارتفاعشه. مجموعه دو قاعده، قاعده بالا قاعده پایین، ضرب داره ارتفاع تقسیم بر دو. این مسحت زوزنقم یادمون باشه. مسحت مثلث هم که مشخصه، ببینید ارتفاع، ببینید ارتفاع ضرب داره قاعده، ارتفاع ضرب داره قاعده تقسیم بر دو دیگه. این مال مسحت مثلث بود. سال آینده رو پای دهم یه فرمول جدیدی از مسحت مثلث خواهیم دید که حالا انشالله تو ریاضی دهم موضوع رو باهاش مواجه خواهیم شد. از تقاطع هر خط با محورهای مثلث قائم الزاویه پدید میاد. ببینید ما الان چی باید به دست بیاریم؟ عرض از مبدا، به این میگیم عرض از مبدا، به این هم میگیم چی آقا؟ طول از مبدا. شما کافی عرض از مبدا و طول از مبدا رو به دست بیاری، همین تو هم ضرب بکنیم و تموم شد. بریم پایین یا کنیم مثال. میگه مساحت مثلث ایجاد شده توسط این خط رو با محورهای مختصات چقدره؟ شما میتونی چیکار بکنی اینجا؟ میتونی خدمت شما عرض کنم که بیایم اینجا رسمش بکنیم. خب رسمش خب خیلی وقت میبره و اینا. بیایم طول از مبدا و عرض از مبدا رو به دست بیاریم، تمام ضرب کنیم، تقسیم بر یک دوم تمام. خب آقا من طول از مبدا من چی میشه؟ طول از مبدا، طول از مبدا کجا بود؟ جایی که ایگرگ صفر بود. یعنی شما این صفر بذار، این ببین چه اتفاقی میفته، میشه 2x مساوی با 12، میشه 2x مساوی با 12، x میشه 6. یعنی 6 واحد رو محور x هست، یعنی قاعدت 6 واحده. حالا عرض از مبدا، عرض از مبدا، در عرض از مبدا حالا باید چیکار بکنی؟ باید x رو صفر بذاری. x رو اگه صفر بذاری چی میشه؟ ببینید اگه من صفر بذارم میشه منفی 3y مساوی با 12. ایگر دیگه چی میشه؟ میشه منفی 4. خب خوب دقت بکنید، مثلث من کجا داره میفته؟ چون ایگر عرض از مبداش منفیه، پایین داره میفته، یعنی در واقع قسمت پایین قرار داره میگیره. به من گفته آقا حتما در واقع اون ارتفاع من 4 واحده، منتها منفی 4 پایینه. به من گفته قدر مطلق رو اینجا نکن، توی این فرمولی که اینجا گفته گفته قدر مطلق رو بذار. برای چی گفته قدر مطلق رو بذار؟ برای اینکه مساحت منفی در نهایت، مساحت منفی نمیشه که، مساحت باید مثبت در بیاد. تو بحث هندسه مساحت رو چیکار میکنن؟ سعی میکنن مثبت درش بیارن. پس میگم قدر مطلق منفی 4 یعنی ارتفاع ضرب بره 6 واحد قاعده تقسیم بره 2. یعنی قدر مطلق منفی 24 میشه 24 تقسیم بر 2، مساحت میشه 12. بریم پایین. این سوال خیلی باحاله. میگه مساحت سطح بین دو تا خط اینو به دست بیارید. دیگه با محور x کار نداره. میگه مساحت محصور بین این دو تا خط، یعنی کدوم تیکر میخواد؟ اگه دقت بکنید تو شکل ما الان این مساحت اینو میخواد، مساحت این شکل قرمز رنگو میخواد. ببینید این تیکه قرمز رنگو میخواد. خودش هم زحمت کشیده تو این سوال چیکار کرده؟ خطو رسم کرده. اگر تو سوال تستی اینا دقت بکنید، تو آزمون ورودی معمولا هر سال این تو آزمونای ورودی ما یه دونه سوال میاد که میگه آقا مساحت محصور بین دو تا خطو به دست بیارید. تنها راهش هستش که چیکار بکنی؟ ما دو تا خطو رسمش کنی، رسمش بکنی. خودش چه رسمو انجام بده؟ خودش رسمو انجام بده. این خط ما الان نگاه کنید، خط x به علاوه 3، من قطعا خدمت شما عرض کنم این خط y مساوی با x به اضافه 3 اینه، این خطه، درست شد؟ این هم خط 2x منهای 2 که منفی 2، نگاه کنید عرض از مبداش منفی 2، این منفی 2 دیگه، پس این خط اینه. حالا نگاه کنید چیکار باید بکنید. الان نگاه کنید این الان قاعده شه،
مساحت میشه، بابا اسمشون میدم، مساحت میشه ارتفاع ضرب در قاعده فصل داره دو. خب آقا ارتفاع چقدره؟ نیا کنید از منفی 3 تا 1 4 واحده، نگید منفی 3 واحده، ببینید منفی 3 1 2 3 و این یه واحد 4 واحد، پس قاعدش 4 واحده. البته من قاعده رو اینجا بنویسم، حالا ارتفاعشو به دست بیاریم. ارتفاع چقدر میشه بچه‌ها؟ ارتفاعش میشه این یه تیکه، ببینید این یه تیکه میشه ارتفاع این. خب من این ارتفاع ندارم، خطکش بذارم اندازه بگیرم؟ نه آقا، چه کاری خطکش اندازه بگیری؟ بعد چی کار بکنی؟ این چیه این یه تیکه؟ میگیم آقا این یه تیکه این نقطه رو میبینیم، این نقطه محل برخورد این دو تا خطه، این دو تا خط همگره تو این نقطه قطع کردن. خب آقا حتی همگره قطع بکنن چیه اون نقطه رو تو میخوای؟ میگم آقا من ایگرگ اون نقطه رو میخوام، ایکسش که اینه به دردم نمیخوره، من این یه تیکه رو میخوام، یعنی من ایگرگ این نقطه این یه تیکه رو میخوام. حالا ایگرگ این نقطه رو میخوای بعد چی کار بکنی؟ خب بعد معادله رو حل بکنی. خب معادله رو حل بکنی، لنگره این معادله این که الان ایگرگ شده این، ایکسش هم شده این، اینطور با هم مساوی قرار میدین، یعنی ایکس به علاوه 3 مساوی به همون شرط تقاطعی که اون بالا گفتم، شرط تقاطع یادتونه میشه 2x منهای 2، x بره اون ور میشه منفی x مساوی با 3 بره این ور میشه منفی 5، x من چی میشه؟ میشه 5. اینجا مثلا 5، حالا بعد کشیده اینجا 5، واحدش هم اشتباه گذاشته 5. خب 5 جایگذاری بکنیم، ببینید 5 به اضافه 3 میشه 8، 2 5 تا 8 تا 8 منهای 2 5 تا 10 تا 10 منهای 2 میشه 8. پس عملا این نقطه رو درست درآوردیم، یعنی ایگرگ اون نقطه‌ای که من الان میخوام، ایگرگ من ارتفاع منه، پس عملا ایگرگ این نقطه چی میشه؟ میشه خدمت شما عرض کنم که 8، 8 واحد میشه. پس عملا این نقطه این ارتفاع من 8 واحده که حالا تو قیافه از ما 8 واحد نمیبینیم. پس عملا اتفاقی که داره میفته اینی که الان مقدار ارتفاع من هم شد 8 تقسیم بر 2، 8 ضرب بر 4 32 تقسیم بر 2 میشه 16. اینم از این مثال. بریم سراغ مطلب بعدی. آها، بحث بسیار مهم. آقا دو تا خط داریم، میخوام ببینیم هم موازی هستن، و دو تا خط داریم میخوام ببینیم عمود هستن یا نه. شرط موازی بودن، آقا ببینید شرط موازی بودن دو تا خط فقط یک شرط بسیار مهمه، اینکه آقا شیب خطشون با هم مساوی باشه. شیب خطا چی بود؟ میگفتیم آقا ضریب x به شرط اینکه ضریب ایگرگ برابر یک باشن. بازم نمیشن تکرارش کردم، میگه ما ضریب ایکس به شرطی که این ضریب ایگرگ یک باشه. خب اگر یه معادله خط داریم که دو تا ایکسشون در واقع ضریب ایکسشون با هم شیبشون با هم مساوی بود، میگه ما با هم موازی هم، دو تا خط موازی هم، اینجوری هم مثلا اینطوری هم. و نکته مهمتر و خفنتر این که آقا لزومن موازی بودن به معنای فاصله داشتن از هم نیست، میگیم آقا دو تا خط با هم موازی هستند، با هم موازی، دو تا انگشت هم با هم موازی هستند. خب اما لزوما نمیتونیم بگیم با هم فاصله دارن. یه مدل دیگه از موازی بودن منطبق بودن بر هم هست، یعنی اگه دو تا هم منطبق هم رو هم دیگه باشن میگیم اصطلاحا اینا چی هستند؟ با هم بازم شرط موازی بودن رو دارن. ببینید یه نکته اینجا بگم، اگر ببینید تو مثال اومده یا نه، تو این مثال نیومده، یا حتما دوستان یادداشت بکنن، خیلی مهمه، جلوتر حالا بعدا در موردش صحبت هم میکنیم. موازی بودن یعنی شیباشون با هم مساوی باشه، ام با امپیریم مساوی باشه، حالا اسم این خط ام اسم اون امپیریمه. اما منطبق بودن یه شرط دیگه هم داره، خیلی شرط مهمه، ببینیم این یادداشت بکنید داشته باشین، که هم شیباشون با هم باید مساوی باشه، هم شیباشون باید با هم مساوی باشه، و عرض از مبدعاشون هم باید با هم مساوی باشه. اسم عرض از مبدعا رو H گذاشتن، H این خط باید با H پریم اون خط مساوی باشه، یعنی در واقع با هم عملا یه خط باشن، انگار یه خط هم.
این پس نکته بسیار مهمه، رفقا دقت بکنن، این خیلی کاربرد داره. موازی بودن لزوما منطبق بودن نیست، حواستون باشه که تفاوت داره. شرط عمود بودن دو خط آن است که شیبشون قرینه معکوس همدیگه باشه، یا به یک بیان بهتری این رو تو ذهنمون بسپاریم، اینکه حاصل ضرب دو تا شیبمون باید بشه منفی یک. یعنی نیا کنید، معکوس و قرینه، یعنی هم قرینه بشه شیبمون خطه، هم برعکس بشه. بریم سراغ مثال، ببینید تو مثال چی میگه. میگه که آقا این باید چقدر باشه که تا این معادله دو تا خطا با هم موازی باشن. ببینید آقا، بازم دارم تاکید میکنم، ضریب ایگزگه من باید یک باشه که اینجا هست، پس شیب خط من اینجا اینه. این الان شیب خط من، این الان شیب خط، شیب خطش مثلا شماره یک، شیب خط یک، اسم اینو یک گذاشتم، اینم خط شماره دو منه، خط شماره دو. حالا شیب این خطه چیه؟ همه میگن آقا یک، میگیم نه آقا حواستون باشه یک نیست. چرا؟ چون ضریب ایگزگه ما یک نیست. حواستون باشه به ضریب ایگزگه ما چی در بیاد؟ باید حتما یک در بیاد. چیکار میکنیم؟ میگیم که آقا حالا که این اتفاق داره میفته، پس الان این شیب خط من، یعنی ام این خط من رو میخوام مرتبش بکنم، یعنی بیام طرف رو به یه منفی دو بزنم، ساده کنم. چرا؟ چون منفی دو رو اگر به منفی دو بزنی میشه یک. پس این کار رو انجام بدیم، ایگرگ مساوی با منفی یک دوم ایکس به علاوه سه دوم. حالا این شد شیب خط ما. ببینید این شیب خط دو، این شیب خط دو شد. حالا میگید آقا یک کاری کنید که دو خط به هم موازی باشند. خب اگه با هم موازی قرار باشه، شرط الف تو حالت الف این که آقا باید این یه منفی یک دوم با این n به اضافه یک مساوی باشه، یعنی n به علاوه یک شیب خط اول با شیب خط دوم که منفی یک دومه باید با چی باشه؟ مساوی باشه. خب این منفی یک برون و میشه منفی سه دوم. یعنی این بشه این شرط موازی بودنشونه. شرط دوم به مورد به چی میگه؟ میگه برهم عمود باشن. میگه برهم چی باشن؟ آقا برهم عمود باشن. چه اتفاقی داره میفته؟ خب برهم عمود باشن یعنی چی؟ یعنی حاصل ضرب این دوتا شیب بشه منفی یک. ببینید اینجا رو میگه منفی یک، پس باید منفی یک دوم ضرب داره چی بشه؟ ضرب داره n به اضافه یک بشه. دو تا شیبا رو تو هم ضرب کنید، بعد بشه منفی یک. یه اینا رو ضرب بکنیم، بیا اینا رو ضرب بکنیم. خب این ضریب اینه، میتونم الان طرفین به این منفی بزنم، توی دو هم اگه ضرب بکنم میشه n به علاوه یک مساوی با دو، n میشه یک. اینو اگه یک بذارم، یک به علاوه یک دو، دو ضرب داره این میشه منفی یک، کاملا هم درسته. این به شرطی که عمود بعدش. بریم سراغ آها، این خیلی بحث بسیار مهمه، خوب دقت بکنید. تا الان معادله خط رو به من میده، تا الان معادله خط رو من داده بود و من گفت چیکار بکنین؟ میگفتش که معادله خط رو رسم بکن. من گفتم دو تا نقطه میدم و هم وصلشون میکنم میشه. اما یه وقت هستش که از شما برعکس اینو میخواد، میگه حالا معادله خط رو بنویسید. یعنی معادله خط از من میخواد، خود فرمول خط هم من میخواد. بگیم خب دقت کنید رفقای عزیز، تو بحث نوشتن معادله خط ما دو تا حالت داریم مثلا نوشتن معادله خط. بگیم اگه شیب خط و یک نقطه رو تو این رابطه قرار بدیم، اچ به دست میاد و معادله خط رو می‌نویسیم. شیب خط تو بچه‌ها من می‌خوام تعریفش کنم. تا الان ما شیب خط رو مثلا تعریفش رو نگفته بودیم. بریم پایین‌تر نیا کنیم ببینیم تعریف شیب خط رو. آه، محاسبه شیب خط تو اینجا گفته. خب قبل از اینکه حالا بخوام چیز بکنیم، من اول تو این محاسبه شیب خط رو بگم، بعد بریم سراغ این مثال ها. میگیم آقا محاسبه شیب خط پاره خط، میگیم آقا اگر دو نقطه از خط رو داشته باشیم، میتوان مختصات دو نقطه رو در معادله بنویسیم و با حل دستگاه M و H رو به دست آوریم و معادله خط رو معلوم کنیم، ولی رابطه زیر حاصل این عملیات است که به آن به ما کمک میکنه شیب خط رو به دست بیاریم. خب ببینید بچه ها، شیب خط چی میشه؟ شیب خط تعریفش اینه،
چه تفاضل، اینجا بنویسن میشه تفاضل عرض دو نقطه تقسیم بر تفاضل طول دو نقطه. دو تا نقطه داریم اسمش x1 و y1، یکم x2 و y2. خب من میخوام شیب خط به دست بیارم، بگیم آقا تفاضل y1ش یعنی اینو از این کم بکن، بنویس y1 منهای y2، اینم از این کم کن x1 منهای x2. آقا تو فرمول اومده اینجوری نوشته، خب آقا برعکسش هم میشه نوشت؟ بله میشه نوشت. اینجوری بنویسم، بیام اینو از این کم بکنم، بنویسم y2 منهای y1 به روی x2 منهای x1. آقا اینو با هم مساوی هم؟ بله با هم مساوی هم. چجوری؟ الان اینجا یک رو از دو کم کردی، اینجا یک رو از دو کم کردی، اینجا دو رو داری از یک کم میکنی، داری دو رو از یک کم میکنی. چجوری آقا؟ نیا کن، شما کافیه که یه منفی تو صورت مرخج ضرب بکنید، کافیه ما یه منفی تو بالا ضرب بکنم میشه y1 منهای y2، یه منفی تو این ضرب بکنم میشه x1 منهای x2 و اون یکی شد. شما صورت مرخج توی منفی اگه ضرب بکنی، بالا رو توی منفی یک ضرب بکنم، پایینم توی منفی یک ضرب بکنم، منفی یک به منفی یک میشه یک، یعنی انگار شما یک کس رو توی یک ضرب کردی، فرقی نمیکنه. عرض کردیم تو عملیات ضرب، ضرب در یک عملیات خنثای ماست، میتونیم ضرب رو انجام بدیم. حالا برگردیم بریم بالا، بریم برگردیم بالا. واسه نوشتن معادله خط ما دو تا شرط مهم داریم، یک این حالت داشتن شیب خط و یه نقطه. با داشتن یه شیب و یک نقطه میتونیم معادله رو بنویسیم. بریم تو مثال نیا کنیم من چیکار میخوام بکنم. خوب دقت بکنید، میگیم خطی داریم شیبش منفیه، سه از این نقطه داره میگذرد، معادله خط رو بنویسیم. خب کاری نداره که، فرمت معادله خط چجوری بود؟ y مساوی با mx به علاوه h یا ax به اضافه b، تو بعد کتابا می نوشتن فرق نمیکنه. خب شیب خط چنده؟ منفی 3 رو جایگذاری کنیم، y چی میشه؟ میشه منفی 3x به علاوه h. من h رو به دست بیارم کار تمومه. چیکار باید بکنم؟ این نقطه رو جایگذاری کنیم، این نقطه رو جایگذاری کنیم، چه اتفاقی میفته؟ یعنی من بیام الان x رو بذارم 2، y رو بذارم 5، ببینیم چه اتفاقی میفته. 5 مساوی با منفی 3 ضرب در 2 به علاوه h میشه منفی 6 بر اون ور میشه با 5 11 h میشه 11. معادله خطمون هم فرمتش بنویسیم، مرتب شده میشه منفی 3x به علاوه 11، میشه معادله خط ما به همین راحتی. پس با داشتن شیب خط و یه نقطه میتونیم کار انجام بدیم. چک میکنیم این نقطه رو این هست، 2 ضرب در منفی 3 میشه منفی 6 به علاوه 11 میشه 5. پس درست بود، درست بود. مورد بعدی میگه معادله خطی بنویسین که در نقطه به طول منفی 2 بر این خط عمود باشه. خیلی باحال این سوال، در نقطه به طول منفی 2 بر این خط عمود باشه. خب آقا من منفی 2 رو جایگذاری بکنم، ایگرگ چند در میاد؟ چون طول این نقطه منفی 2ه و در این نقطه هم عموده بر اینه، خب پس ببینید ایگرگ چند در میاد، جایگذاری کنیم به جای این طول منفی 2 یعنی ایکس منفی 2، جایگذاری بکنیم میشه 2 ایگرگ منفی 2 به علاوه 6، 2 ایگرگ مساوی با 4 ایگرگ میشه 2. پس مختصات اون نقطه‌ای که بر عمود داره اتفاق میفته، مختصات نقطه‌ای که عمود هست میشه منفی 2 و 2. پس اون نقطه به دست اومد. حالا شیب خطش هم میخوام، شیب خط از کجا به دست بیارم؟ دیگه این خطی که میخوای معادلش رو بنویسید، برای این خط عموده. یعنی چی؟ یعنی شیب این خط حاصل ضربش با اون شیبی که تو میخوای حاصلش میشه منفی 1. خب شیب این خط چنده؟ همه میگن 1، میگم نه، شیب این خط چنده؟ آقا شیب این خط باید تقسیم به 2 بکنی، ایگرگ میشه 1 دوم ایکس به علاوه 3، این شیب خطه. شیب این خط که 1 دومه ضرب در اون خطی که ما میخوایم اسمش ام بذارم
اسم اون خط رو چی بشه اسمش ام بذارم. این مساوی با چیه؟ مساوی با منفی یکه. چرا این منفی یک؟ این شرط عمود بودنه، حواستون باشه، شرط عمود بودن اینه. حالا این دو ضرب بشه ام میشه منفی دو، ام میشه منفی دو. پس شیب اون خطر به دست آوردن. ایگرک مساوی با چی میشه؟ میشه منفی دو ایکس به علاوه اچ. ببینید الان این فرمت معادل خطه، توش امو جایگذاری بکنم میشه منفی دو ایکس به اضافه اچ. شیب در بردن منفی دو. حالا این دو تا نقطه رو جایگذاری بکنم اچ به دست بیاد. این نقطه رو این خط هست، ببینید این نقطه اینجاست. پس جایگذاری بکنم، یعنی الان ایگرگو بذارم دو، این منفی دو ضرب داره منفی دو به علاوه اچ. منفی دو ضرب داره منفی دو میشه چند؟ میشه چهار. چهار بره اون ور میشه اچ میشه منفی دو. معادله نهایی ما، معادله اون خطه چی میشه؟ میشه منفی دو ایکس منهای دو. چک میکنم این روی این هست، منفی دو ضرب داره منفی دو میشه چهاره، منهای دو میشه دو. درسته، درسته رو بردن. این خط هم اگه دقت بکنی شیبش منفی دوه، این هم خطش شیبش یک دومه، تو هم ضرب بشه میشه منفی یک. پس این هم عموده. این هم از این سوال خیلی سوال مهم و چند مرحله بود. خوب دقت بکنیم به مراحلش. بریم سراغ محاسبه شیب خط. الان گفتم تفاضل ایگرک ها، سوال رو نیا کنیم. میگه معادل خطی، خب مدل دومش هم چیه؟ مدل دومش هستش که، یعنی ما واسه نوشتن معادل خط دو تا در واقع مدل داریم واسه نوشتن معادل خط. یک مدل این هستش که ما بیایم اول دو تا نقطه داشته باشیم، دو یک نقطه و شیب خط. شیب خط راحت تره، پس با دو نقطه یه مرحله عقب تریم، چون دست دو تا نقطه بهت میده شیبو نداده به شما، پس بعد شیبو به دست بیاریم. خب شیب خط چی میشد؟ شیب خط من میشه تفاضل ایگرک ها به تفاضل ایکس ها، یعنی منفی چهار منهای پنج، منفی چهار منهای پنج، منفی یک منهای دو، منفی یک منهای دو. آقا میشه اونوری هم حسابش بکنی؟ چشم. یعنی من الان اومدم این نقطه رو از این کم کردم، تو بیا اینو از این کم کن. چشم نداره، نگاه کن اینجا رو. میگم دو، خوب دقت کن، دو منهای منهای یک. دقت کن رفقا، این منفی که اینجا داری میبینی این منفی مال فرمول تفاضله. تفاضل یعنی بعد هم کم بکنی، کم کردن مال فرموله. حواستون باشه دو منهای یک ننویسی ها، دو منهای منهای یک، پنج منهای منهای چهار. یه بعد خیلی خطا میکنن ها. ببین منفی پنج منفی چهار منهای پنج میشه منفی نه، منفی یک منهای یک میشه منفی سه. حالا اینو نیا کن، دو منهای منهای یک میشه چند؟ ببخش من اینجا به جا نوشتم، اصلاحی میکنم، من میدونم چیکار کردم، اینجا به جا نوشتم، باید بنویسم پنج منهای منهای چهار، اینم بنویسم چی؟ دو منهای منهای یک. خب پنج منهای منهای میشه نو، دو منهای منهای یک میشه سه، حاصل این منفی نو به منفی این میشه سه، اینم کلا سه. پس ما چه اتفاقی افتاد؟ شیب خط رو به دست آوردیم، ما شیب خط اینجا به دست آوردیم. پس ایک دیگه من چی میشه؟ میشه 3x به علاوه h. حالا هر نقطه‌ای که دوست داشتی بذار، هر دو تا نقطه از این خط دارن چیکار میکنن؟ عبور میکنن اینا یا اونا. من فرض کنم اینو میذارم، من نقطه آ رو میخوام جایگذاری بکنم. یه بار نقطه، حالا که شما ها اصرار روی موضوع بذار دارم، بیا آقا تو جفتش رو حساب کن. چشم، من نقطه مثلا آ رو اول جایگذاری میکنم، اول اون نقطه آ میرن، ایگرگو میزنم 5، ایکس من چنده؟ دو، دو سه تا 6 به علاوه اچ، اچ میشه منفی 1. معادله من مرتب شدهش میشه ایگرگ مساوی با 3x منهای 1. این معادله. حالا این نقطه رو جایگذاری کنیم، یعنی الان بی رو یه بار جایگذاری کنیم، باید اچ یک عدد ده بیاد، دو تا عدد ده بیاد، محاسباتت اشتباه بوده. بریم سراغ آقا منفی 4 مساوی با منفی 3 به علاوه اچ. خب حالا اینجا نیا کنید،
h مساوی با این بره اون بر میشه منفی 1. پس معادل من میشه 3x منهای 1. در هر دو حالت با هر دو نقطه‌ای که رفتم به یه معادله رسیدم. اچات بعد یکی در بیاد. اگه دو تا در بیاد یعنی چی؟ یعنی کلا شیبه خط اشتباه در آوردی. شیبه خط به شدت مهمه. یه بار اینجا نیا کنید. تفاضل ایگرک ها به تفاضل ایکس ها. یه بار من منفی 4 از منهای 5 کردم، منفی 1 و منهای 2. یه بار برعکس. 5 منهای 4، 5 منهای منهای 4 کردم. دو رو منهای منهای 1 کردم و بالاخره شیبه خط ما چی در بیاد؟ یک عدد یکسان در بیاد. خب مطلب بعدی میگه شرط هم راستا بودن سه نقطه. یعنی چه هم راستا بودن سه نقطه؟ یعنی که سه نقطه روی یک خط قرار دارند. تو بعضی از سوالات تستی یا تشریحی تو کتاب درسی هم هست این عبارت و این بیان رو به کار میبره که میگه آقا این سه تا نقطه روی یک استقامتند، روی یک خط قرار دارن. این ادبیات رو وقتی داره میگه این چی؟ یعنی که آقا شیوای خطشون باید یکی باشه. ببینید با هر سه تا نقطه میتونیم شیوه خط بنویسیم. با ام آ بی یعنی فرض میکنیم آقا یه چنین خطی داریم، این نقطه آ، این نقطه بی، این هم نقطه سی. من میام با این دوتا شیب مینویسم، با این دوتا هم شیب مینویسم، باید شیباشون باید برابر بشه، نمیتونه فرق بکنه که. یا میتونم چیکار بکنم؟ با آ و سی شیب خط بنویسم و بی و سی، یا میتونم با آبی بنویسم یا با آسی، فرقی نمیکنه. یعنی شما 6 تا حالت میتونید اینجا بریم. مثال رو نیا کنیم، مثال رو. خب این سوال خیلی مهمه، میگه که آقا کا چقدر باشد تا نقاط این و این هم این سه تا نقطه هم راستا باشن. اول حرکتی که انجام میدیم یه با استفاده از این دو تا نقطه من شیبه خط رو مینویسم. یعنی اینجا بنویسم ام آ بی. با هر کدوم که دوست داشتی بری اب نداره ها، با آ و بی میتونی بری، با آ و سی میتونی بری، با بی و سی هم میتونی بری، فرقی نمیکنه. من اینجا با آ و بی میخوام برم. خب تفاضل ایگرک ها منهای 1 منهای 3 بنویسیم. منهای 1 منهای 3 به روی 1 ببین منهای 1 منهای 3 1 منهای منهای کا، 1 منهای منهای کا بنویسم، صورت میشه منفی 4، مخرج میشه 1 به علاوه کا. اوکی حالا بیام این دوتا نقطه رو قیمت نشون بدم، این دوتا رو با هم دیگه بنویسم. یعنی بنویسم شیب حاصل از نقطه بی سی، بنویسم منفی کا منهای کا، میشه منفی کا منهای کا، سه منهای صفر، سه منهای صفر میشه منفی دو کا به روی سه. اینه باید با هم مساوی باشن. نقد کنیم آقا اینا باید با هم چی باشن؟ با هم دیگه برابر باشن. بیاین رو با هم دیگه حل بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خدمت شما عرض میکنم که میشه منفی 4 به روی 1 به علاوه کا مساوی با منفی 2 کا به روی 3. بیاین چیکار کنیم؟ بیاین اینا رو تو هم ضرب بکنیم ببینیم که مسئله به کجا میره. یه منفی هم با یه منفی این بزنیم، یه دو این هم با یه دو این بزنیم، یه دو بمونه اینجا، یکم ساده بشه اینجا. میشه کا در کا یک به علاوه کا مساوی با چی میشه؟ طرف نصف زنگی سه دو تا شیشتا. این هم میشه کا دو به علاوه کا منهای 6 مساوی با صفر. اگر دوستان دقت بکنن این چیه؟ این یه معادله درجه دوه که شما خب روش حل درجه دو رو شاید امسال تو ده تو نهم یاد نگرفتیم ولی میشینیم تجزیهش کرد. من اگه بخوام تجزیهش بکنم، اگه تجزیه رو بلد باشیم، دو عددی که ضربش بشه منفی 6 و جمعش بشه، چون این در واقع نوع تجزیه جمله مشترک بکنیم. الان این اگه بخوام تجزیهش بکنیم خدمت شما عرض کنم که دو عدد که ضربش بشه منفی 6 و جمعش بشه 1
میگیم خب آقا اون در عدد چیه؟ یه دونه منفی دوه، یه دونه مثبت سه. درسته؟ ضربش میشه منفی چی؟ جمعش میشه؟ خدمت شما عرض کنم که منفی دو. خب یا کای ما دوه یا کای ما برابر با منفی سه. هر کنید دوتا هم برقرار هست. اینم از این مثال. بریم سراغ مطلب بعدیمون. زاویه میره دوتا خط و مطلبی هستش ما سال آینده توی مبحث مثلثات توی کتاب ریاضی دهم خواهیم خوند. ولی خب بالاخره مثلا تو بعضی از مسائلمون میتونیم به دست بیاریم که به چه شکلی هست. مثلا در هر مثلث قائم زاویه ما میدونیم زاویه رو به رو به زاویه 30 درجه نصف بتر و بالعکس. این اگه در مثلث قائم زاویه اندازه یک ضلع نصف بتر باشه زاویه 30 معمولا تو شکل‌ها تو معادله خطا میتونیم ببینیم. یا ضلع مقابل به زاویه 60 درجه رادیکال 3 دومه بتره. نمیتونیم در واقع توی حالا سال آینده توی حساب توی مبحث معادله خط این موضوع مطرح خواهد شد. من البته اشاره نمی‌کنم. شکل دیگه معادله خط. اگر معادله خط ما به این شکل نوشته بشه، یعنی مثلا فرض می‌کنیم بیا معادله رو به این فرمت بنویسیم. یعنی چیکار کردیم اینجا؟ یعنی این رو استاندارد نکردیم. مثلا نیا کن یه مدل داریم میگیم آقا 2x منهای 5y مساوی با یه مثلا به علاوه 3 مساوی با 0 یه چنین فرمتی که البته ما تو تا الان چیکار میکردیم؟ گفتیم آقا این 2x بله اون و طرف به این منفی 5 تقسیم میکنیم که شیبه خط به دست بیاد. به این حالت به حالت ضمنی از استاندارد اون حالتی که الان قبلا بهش تا حالا میگفتیم، یعنی فرمت y مساوی با mx به علاوه h، این به این مفتن حالت استاندارد. حالا این در واقع استاندارد خارجش کردیم شده این فرق هم نمی کن. بریم سراغ ادامه فصل 6 تحت عنوان دو معادله دو مجهول. ما در واقع در فصل معادلات خط نیز روش حد دستگاه رو دیدیم جایگذاری کردیم. حالا میخوام یه روش دیگه ای ببینیم. روشش رو اینجا میخوام باش بحث بکنیم. در مورد روشش صحبت نکردیم. در اینجا هم یک دستگاه به روش‌های مختلف داره توضیح داده میشه. ما بخواهیم در واقع یه دو تا معادله داریم. ببینید این عبارت من به ازای x ها و y های مختلفی برقراره. یعنی من میتونم اینجا مثلا b شمار x و y معرفی کنم که جمع اینشون میشه 8. یعنی دو برابر x با y جمع میشه 8. این هم میتونم 3 تا x رو پیدا کنم که با یه دو تا y کم میشه 5. b شمار زیاد. اما میخوایم کاری بکنیم که همزمان این دوتا برقرار باشه. همزمان هر دو باید برقرار باشه. یعنی میخوایم کاری بکنیم که همزمان این دوتا چی باشه؟ برقرار باشه. خوب دقت بکنیم و چی کار بکنیم الان اینجا؟ عملا یعنی که این دوتا عبارت ما در یک نقطه تقاطع داشته باشند. یعنی محل برخوردشون چی باشه؟ محل برخوردشون یک جا باشه، یکسان باشه. پس بنابراین میخوایم در واقع محل تقاطعش رو به دست بیاریم. روش اول روش حذفیه. آقا تو روش اول چیکار میکنیم؟ میام یه کاری میکنیم که یکی از متغیرهای ما حذف بشه. چیکار دارم میکنم؟ من میتونم الان ضریب x من 2ه، ضریب x من 3ه، ضریب y من 1ه، ضریب y من منفی 2ه. میگم آقا عبارت بالا رو توی عددی همه رو ضرب بکنم که ضریب x و ضریب y من یکسان در بیاد یا ضریب x من یکسان در بیاد، هر کدوم که راحت تره. مثلا شما میتونید بالا رو توی 3 ضرب بکنید، پایینه توی 2 ضرب بکنید. 3 دو تا میشه 6x، 2 3 تا میشه 6 تا x. اینا هم یه نکتهش، اینا هم یه قابلیته. اما یه مدل دیگه که تو این سوال الان اومده حل کرده نمونهش اینجا برای ما چیکار داری میکنه؟ میام یا آبجن که این کارو بکنی میای اینو توی 2 ضرب میکنید که عبارت بالا رو ما میام توی 2 ضرب میکنیم و با پایینی جمعش میکنیم. یعنی الان اگه مثلا توی 2 ضرب بکنم عبارت بالا رو، توی عبارت بالا چی در میاد؟ در میاد مثلا 4 تا x به علاوه 2 y مساوی با 8. خود اگه مثلا الان با هم جمع بکنیم اینا با هم ساده میشه، میشه 7x مساوی با مثلا 13 و جواب به دست میاد. یه روش در واقع مقایسه است که ما میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم
از هر معادله یک مجهول رو حساب بکنیم، مثلا یک دگر از هر دو تا معادله به دست بیاریم، مثلا پس مساوی هم قرار بدیم. همین کاری که من قبلا کرده بودم توی مثال قبلی، من گفتم آقا از این عبارت ایگرگ رو به دست میارم، از این ایگرگ رو به دست میارم، بعد با هم دارم مساوی قرار میدم. ایگرگ این عبارت من اینه، ایگرگ اینم اینه، اینا رو با هم مساوی قرار میدم. اینم یه مدل دیگه شه. خدمت شما عرض کنم که روش جایگذاری هم داریم که ایگرگ رو از یک از معادلات حساب کرده و در دیگری جایگذاری میکنیم، همون که تو مثال ما حل کردیم. خدمت شما عرض کنم که جوابهای معادلمون گاهی اوقات معادلمون جواب نداره، یعنی خطامون دو خط راست موازی باشن. خب اگه موازی باشن، دو تا خط اگه موازی باشن چه اتفاقی میفته؟ خب جواب ندارن، یه همدیگه قطع میکنن. یا یه وقتی ممکنه بی شمار جواب داشته باشه، یه وقتی جواب نداره، یعنی شیب دو تا خط برابره. یه حالت همی هستش که شیب خط با هم برابره و عرض از مبدأشون هم با هم یکیه و اونا با هم منطبقن، بی شمار جواب داره. ببینید آقا بی شمار جواب داره. پس به اینا دقت بکنیم. ببین پایین تر اینجا نیا کنی آقا، من اینجوری برم بگیم اگر حالا با توجه به اون نکاتی که بالا گفتم جمع بندیشو پایین انجام بدیم، بگیم توی یه دستگاهی داریم به این شکل ax به اضافه b y مساوی با c، یه حالت هم داریم a'x به اضافه b'y مساوی با c'. دو تا دستگاه متفاوت، دو تا معادله خط متفاوتن. میگیم آقا اگر خوب دقت بکنیم، اگر نسبت x'اش و y'اش با هم مخالف باشن، مثل اینجا نیا کنید، میگه اگر نسبت x به نسبت y با هم مساوی نباشه، دستگاه قطعا یک جواب داره، یعنی یه x و y مشخصی داره. یه حاله. حالت دوم چجوریه؟ زمانی که ضریب x نسبت ضریب x ها و ضریب y با هم مساوی باشه ولی با این عدده، با این سه برو سه پریمه مساوی نباشه. اگر اینجوری اتفاق بیفته میگیم آقا دو تا خط چی هن؟ موازی هن. جوابشون ممتنه یا غیر ممکنه، جواب ندارد. ولی اگر نسبت این سه تا عدد با هم مساوی بشه، یعنی چی؟ یعنی بی شمار جواب داره، یعنی بر هم چی هن؟ منطبقن. مثلا نگاه بکنیم، میگه آقا چقدر باشد تا این دستگاه جواب نداشته باشه؟ طبق اون چیزی که اینجا هست، نسبت ایکساش، خوب دقت بکنید رفقا، نسبت ایکساش باید چی باشه؟ نسبت ایکساش باید با هم مساوی باشه، یعنی الان این آه تقسیم بره ضریب این، یعنی آ منهای یک باید مساوی با سه به روی این یکه باشه، یعنی سه به روی یک. طرف هسته میکنیم میشه آ، آ ضرب داریم یکه، اینم ضرب داریم این، میشه سه آ منهای سه. صحابه رومون برمیشه منفی دو آ مساوی با منفی سه، آ میشه یک و نیم. اینم از این. الان اگه یک و نیم رو جایگذاری بکنیم معادل من چی میشه؟ میشه سه دومه x به علاوه سه y مساوی با دو. اینم جایگذاری بکنیم پایین میشه یک و نیم میشه یک دوم x به علاوه y مساوی با دو. کافیه چیکار بکنیم؟ کافیه ببینیم حرکت با حال انجام بدیم، بیاییم بالا پایین رو هم ضرب بکنیم، ببینید چه اتفاق. اینم اسخایم هم میشه چهار. بیاییم الان مثلا فرض میکنیم من بیام ضریب x و y رو یکسان بکنم، مثلا فرض میکنیم پایین رو توی سه ضرب بکنم که ضریب x و y یکی، ضریب y هم یکی در بیاد. اتفاقی که میفته عبارت پایین میشه سه دومه x به علاوه سه ایگرگ مساوی با دوازده. ببینید الان این معادله این بالایی من سه دوم ایکس به اضافه سه ایگرگ، اینم سه دوم ایکس به اضافه سه ایگرگ، این دوه اون دوازده، یعنی عرض از مبدأهاش با هم فرق داره ولی شیب خطش یکیه. شیب خط وقتی یکی باشه یعنی چی؟ یعنی که دو تا خط با هم موازی هن، یعنی هم دیگه قطع نمی کنن. جواب نداشته باشن میشه حالت شماره دو اینه، منطبق باشم شاهد شماره سه. یه بحث هم تحت عنوان چی آقا؟ معاون مجهول گرفتن یا تغییر متغیر. مثلا فرض کنید این عبارت رو نیا کنید،
میاد به من میگه که آقا یک به روی x به اضافه یک به اضافه y میشه این، اینم همینطور. ما چیکار میکنیم؟ من میام تو این عبارتم اتفاقی که میفته یک به روی x به علاوه y و اسمش مثلا میذارم a، مثلا یک به روی x منهای y رو هم اسمش میذارم b. حالا جایگذاری میکنم، این کلا میشه a، نه پایی نمیشه a، منهای دو تا b. نها کنید دو ضرب داره یک بروی اینه که خب میشه در واقع اون بی، این هم میشه سه بروی ایکس به اضافه ایگره که میشه سه یک چی، یعنی یک ضرب داره اون میشه سه آ این. حالا میتونیم اینجا این حلش بکنیم، من کافی این دستگاه رو بخوام حل بکنم، خب بیام چی کار بکنم؟ پایینه توی دو ضرب بکنم، توی دو اگه ضرب بکنی ضریب بیا با هم یکسان میشه، قرینه میشه، میشه دو سه تا شیش تا آ به علاوه دو تا بی مساویه با چهار. حالا ببینیم اینا رو با هم چیکار بکنیم؟ جمع بکنیم. اینا رو با هم جمع بکنیم چه اتفاقی میفته؟ این با این ساده میشه میره. میشه 7 تا 6 به اضافه آ میشه 7 تا آ مساوی با چی میشه؟ مساوی با -5 سوم به علاوه 4. 4 اگه شما اجازه بدین بنویسم 12 سوم. 12 منهای 5 میشه 7/3. 7 تا آ شده 7/3، پس آ چی میشه؟ طرفه بیا 7 اگه سادش بکنیم خدمت شما عرض کنم که میشه 1/3. این میشه جواب ما، آ شد 1/3. خب حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم مثلا الان تو این معادله تو هر کم که دوست داشتی جایگذاری کنی، تو هر کم که دوست داشتی میتونی 1/3 جایگذاری بکنیم، یعنی میشه 1/3 منهای 2b مساوی با -5/3. حالا 1/3 بره اون ور میشه -5/3 منهای 1/3 میشه -6/3 میشه -2، یعنی -2b مساوی با -2، b ما میشه 1. حالا نیا کنید آقا، خب دقت بکنید خیلی مهمه که الان یک به روی x به علاوه y اسم این شده a، a ما 1/3، یعنی انجام این چی میسیم که x به علاوه y شده 3. معکوسش بکن، بیمونم که اینه شده 1، این هم اگه معکوس بکنی یعنی x منهای y چند میشه؟ این هم میشه 1. حالا به اینا دستگاه بگیریم، ضریب x و ضریب y که با هم یکیه منتها قرینه هم دیگه هستن، چی کار میکنیم؟ با هم اینا رو جمع میکنیم. با هم اگه جمعشون میکنیم چه اتفاقی میفته؟ این با این ساده میشه میره، حاصل چی میشه؟ میشه 2x، x به علاوه x میشه 2x، 3 به اضافه 1 میشه 4، x من در میاد 2. دورم تو هر کم که دوست داشته باشم جایگذاری میکنم، دورم مثلا تو بالا جایگذاری میکنم، میشه 2 به علاوه y مساوی با 3. y چند میشه؟ میشه 1. میگم در واقع پاسخ ما الان تو یکی اینا کافی جایگذاری بکنیم، مثلا x مون 2 y مون 1، 2 به علاوه 1 میشه 3، 3 به 3 میشه 1، 3 منهای 2 میشه 1، 1 1 میشه 1، 2 به اضافه 1 2 ببخشید 2 منهای 1 میشه 1 یکم، اینم 3 به روی 3 میشه 1، 1 به اضافه 1 میشه 2. حالا بالایشو حساب بکنید، x به علاوه y میشه 1/3، x منهای y میشه در واقع 1/3 منهای 2 میشه -5/3. پس درست در آوردیم، اینم از این معنی. خب فصل 6 ما تموم شد و من موارد لازم تو فصل 6 خدمت شما دوستان عزیز عرض کردم. در ادامه این فیلم، یعنی در ادامه این که این بحث تموم بشه، ما انشالله مبحث یه سری تست حل میکنیم از مباحث خدمت شما عرض کنم که فصل ریشه و توان، بحث معادله خط و بعد از این تدریس هم انشالله بحث عبارت فصل 7 که عبارت های گویا هست رو اون رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد. انشالله که استفاده کرده باشین، موفق و معید باشین و سلامت باشین. فعلا تا پایان فصل 6 رو خدمتتون ارائه کردم، موفق و معید باشین.